یک قسمت کوچکی رو براتون میخوام بگم و میخوام امروز یک مقداری در خط طنز با شما صحبت کنم، اما بسیار مطالب مهمی رو در لابلای واژه‌های طنزآلود به شما بگم. اگر خارج از کشور رو یک روستا برای ما ایرانیان برون مرزی، ما آوارگان، ما دربدران، چه اونی که 500 میلیون دلار پول داده، چه اون کسی که نشسته است حالا گریه داره میکنه که دو روز دیگه برقش قطع میشه به جهت اینکه پول بیل برقش رو نداره، اگر این خارج از کشور رو یک روستایی ما در نظر بگیریم، یارانم، همگامانم، همرزمانم، عزیزانم، خرشناسان این روستا، این روستایی که ما ایرانیان برون مرزی هستیم، دیگه همشون خرشناس شدن، یعنی خرها رو خوب میشناسن. نه تنها اهل این روستا خرشناس شدن و خرها را میشناسند، خرهای روشنفکر نما رو، خرهای ادیب رو، خرهای خودفروخته رو، خرهایی که در خدمت رژیم اسلامی، خرهایی که در جهت استمرار رژیم اسلامی و یا اربابانش 31 ساله دارن تلاش میکنند رو به خوبی شناختن. من خوب میشناسم، من خرشناس قابلی هستم، این خرها رو میگم. با الهام از این مطالبی که خدمتون گفتم، گردنم رو بالا نگه میدارم، زیرا افتخار میکنم که از روز نخست این خر را، منظورم از این خره به خصوص اکبر گنجیست، این خر را که در لباس شیر همانند آن خر دیگر که در لباس گفتگوی تمدن ها آمده بود رو، همچنین اون خرهای دیگر رو که در لباس مفسر و تحلیلگر و جلوی میکروفون رادیوهای جعبه‌ای و جلوی میکروفونهای رادیوی ای ام ای و جلوی تلویزیونهای سیاسی و قلم به مزدان الشغرال اوسطی و پروفسورهای خرنمای دانشگاه‌هایی که کرسی‌هاشون رو حکومت اسلامی خریده تا بچه‌های ما رو از بد به ورود به دانشگاه مخشوی کنند، اینها رو خوب شناختمشون. حتی خر سبز رو هم از همون 7-8 ماه پیش که در شورای امنیت ملی حکومت اسلامی در اتاق فکرش طرحش ریخته شد رو هم خوب تشخیص دادم. امروز مردم ایران، بیش از نیمی از مردم ایران، 3/4 مردم ایران که زیر 40 سال رو، زیر 35 سال و 40-45 میلیونشون تشکیل میدن، با پوستر رو نوشته می نویسند و می گویند و فریاد می زنند پس از بهمن نام جنبش دیگر سبز نیست. آقای سازگار، آقای گنجی، آقای مخمل باف، آقای کتیبر، عبدالعلی همایون، سروش و دیگرانی که بازیگران این تئاتر هستید، رسانه‌دارها، مدیران تلویزیون، لاشخورها، بی‌صفتها، خودفروخته‌ها، مردم ایران با پوسترها و نوشته‌هاشون دارن میگن پس از بهمن نام جنبش ما دیگر سبز نیست، نام آن را رستاخیز ملی 22 بهمن میگذاریم. توصیه ایست از طرف تلویزیون آریا مهر، با بچه ها در تماسیم و این کار به زودی رنگ و رو و صداش رو خواهید شنید. آقای سازگارا، آقای کتیور، آقای مهاجرانی، آقای سروش، آقای عبدالعلی همایون، محسن سازگارا، اکبر گنجی، مخمل باف، نوریزاده و تمام نکبت هایی که زیر بیانه ها 2300 تا امضا 30 ساله دارید میگذارید، به اهورامزدای ایران، من نباید زنده باشم تا شما بتوانید این جنبش رو، این خیزش رو، این رستاخیز ملی رو ارزش بدید. جنبش سبز، اون سبز تراوت و اون سبز روشنایی و اون سبز آزادی و اون سبز شکوه و عشق سر جاش هست. شال سبز سیدی موسوی و
حرومزاده بازی های دستگاه های اطلاعاتی رژیم و بازی دیگر گفتگوی تمدن ها و این گونه بازی ها هرریفینیت تو تمام. بنابراین در این روستا برای این گونه خرها که اسامیشون رو بردم جایی نیست، زیرا این خرها همشون پالانشون کجه. بذارید شهرام و همایون و شمس‌الدین شجره و تلویزیون اندیشه و اینوری و اونوری برای موسوی ها، برای منتظری ها، برای کروبی ها احترام خاص قائل باشن. من آنها را در روستای خودم و روستای مردمی که هزار بار سرشون رو کلا گذاشتید، من اینها را خرهایی میبینم که پالانشان کج است و بار را به منزل نمیتوانم برسن. اگر شما امروز به عکس های روزهایی که اکبر گنجی از زندان هتل اوین بیرون آمد، این خر دجال اون عکس های ریش و پشمدار و اینهاشو نگاه کنید، اگر یک آدم معمولی هم باشید که کمی فتوشاپ بلد باشید و کم کم ریش ها را کنار بزنید و گریم را به صورت طبیعی در بیاورید و همه این بازی ها را بتوانید درست انجام بدهید، خواهید دید که این خر خودش را گول زده بود و لباس شیر پوشیده بود و در واقع با خری که لباس شیر می پوشد و به روستا می آید، اما به مجردی که عرعر می کند مردم روستا می فهمند این خر است که لباس شیر پوشیده است. این خر با اون خری که لباس شیر پوشیده بود هیچ فرقی ندارد. با گریم سینمایی او رو رنجور و بیمار نشون داده بودند. او همانطوری که فانی در بی بی سی گفت اومده بیرون که فقط جایزه بگیره و با این جایزه کاری از پیش نمیتونه ببره، همانطور که شیرین عبادی اون جایزه کت و کلفت و دیگه اون عظمت صلح نوبل رو گرفت، چه غلطی کرد؟ نشست همش از اسلام نوین و گوانتانامه و ابو غریب صحبت کرد. دروغ میگم؟ این خود نبود سعید چکوی تو رویس هال UCLA با 5,000 نفر مزدور و کرایه‌ای که از این بر اونور آمریکا و کانادا آورده بودن بلند شد مثل یک شیر، مثل یک مرد فریاد زد شیرین عبادی تو مزدور کثافت حکومت اسلامی هستی، تفاوتت با خاتمی اینه که اون یه دو سه سیر آلات و ابزار لوازم و تحریر بیشتری داره، تو یک کثافت بیش نیستی. شماها همتون که نام بردم از اون داریوش و همایونتون گرفته تا اون خان باباتون، فرخ نگهدارتون، تودهیتون، اکثریتیتون، کنفدراسیونی های سابقتون که امروز جمهوری خواهان لایق شدید و هی بیانیه میدید و هی 500 تا امضا زیرش میگذارید، شما مهره های سوخته اید و مردم هوشیار ایران در این روستای خرشناس شما خرها را خوب میشناسند. دیگه به چه زبونی با شما مردم صحبت کنم؟ دیگه بخندیم، مزاح کنیم، طنز بگیم، لابلای طنز این ایکویری ها رو به شما نشون بدیم. با شما خود باخته ها، با شما خود فروخته ها، با شما مزوران، با شما شیادان، با شما حیلگران، با شما که دستتون تا اینجا در جنایات رژیم آلوده است، مأمور اطلاعاتیش بودید، شکنجهگرش بودید، تیر خلاص زنش بودید، بنیانگذار سپاهش بودید، نمیدونم 1001 شغل و مقام داشتید و بعد با چجوری فرستادنتون بیرون و حالا اومدید سر صف تو وایس آف امریکا و بی بی سی و مایه و پایه و پولم همینطور داره سرازیر میشه. در این روستا خرها خوب شناخته میشه. باید گورتون رو گم کنید و برید گم شید. داستانهایی پدر بزرگها و مادر بزرگها برای نوه هاشون و یا پدران و مادران برای کودکاشون در فرهنگ مردمان ما وجود داره، ساخته شده، که نه تنها اندرس ها و پند های پیشینیان ما رو یادآوری میکنه،
بلکه اون چکیده صدها و صده ها و صدها سال آزمون های مردم را با سخنانی ساده برای بچه ها به صورت قصه بازگو می کنه.